اتحاد عملی بودن با ملیت های مختلف و محل زندگیشون. استکهلم هم ید طولانی دارد، آوازه تاریخی دارد در یک محل و خصوص در کنسرت گاردن در مرکز شهر. احزاب چپ و حزب چپ سوئد که به حزب پارلمانی سوئد هم هست هر سال برنامه‌ای دارد. احزاب 23 حزب سوسیال دموکرات 28 کشور اروپایی که حدود 9 کشور اروپا هنوز سوسیال دموکرات ها قدرت اول قدرت دولتی و سیاسی هم هستند. احزاب سوسیال دموکرات در سراسر اروپا مراسماتی دارند که رهبران احزاب شرکت دارند. اتحادیه‌های کارگری و سنفی و سندیکاهای اسکاندیناوی و سوئد و استکهلم ید طولایی برای برنامه ریزی و ارن خیرات یعنی ارگانیزیشن کردن اینجور اعتراضات دارن و هزار البته آن چیزی که قوت قلبه وجود و حضور اکتیویست ها، فعالین سیاسی، زندانیان سیاسی سابق و حتی نسل دوم مهاجرتی ایرانی ها بسیار مشهوده که با هر پلاکاردی میان در این مورد مشخص پیشنهاد کارگروه ملی فراخوان ها به هر فعال سیاسی در هر جای کره خاکی این است که با نماد قابلمه‌های خالی بیایند و ابراز وجود کنند بر آن سیه روزی 43 ساله ایران که ایران آتش گرفته. بله، ولی در خارج کشور از خیلی ها شنیدم که چون خودشون قابلمه‌هاشون پوره براشون مشکله که بیان با قابلمه‌های خالی در این صف شرکت بکنند و اینا. در این رابطه های صحبتی داریم؟ راستش این یک اروپایی که با رسانه آشناست با هر سن سالی برای یک بچه نوجوان 14-15 سالم این اکت سیاسی آشناست. مثلا در سوئد چندین بار کسانی که در برنچ هتل رستورانداری کار میکردن به خاطر وضعیت آن محدودیت هایی که به وجود اومد کسانی که به حساب ضرر زیان دیده بودن هم آمدن با قابلمه با تابع خالی در روبروی حتی پارلمان سوئد اعتراض کردن. اروپایی آشنات به این ماجرا، فقط میماند به این که یک ملاحظه ای هست، اگر شما این عکت سیاسی رو انجام بدهید آیا آن شخص مخاطبی که عبوری آنجا رد می شود و می بیند آیا فکر می کند که مشخصا اعتراض به محل زندگی خودتون دارید؟ البته که چنین اعتراضی بسیار بسیار موجه تره. همین چند ماه پیش که گروه G7 در ایتالیا جمع شدن وضعیت اقتصادی ایتالیا با 17% نیروی کار بیکاری مطلق با وضعیت تورم عجیب غریب و بحث حامل های میشه اینو با یه پلاکارد حل کرد این مشکل رو، نوشت که این در پشتیبانی از اعتراضات کارگران و تویدستان ایران. هزار البته، ابتکار جالبیه، ممنون منو تصدیق کردین. میشود نمادهایی رو داشت و این کارو سنتا سالیانی فعالین سیاسی انجام دادن و ابراز وجود کردن و هران میگذرد و عنوان اعتراض به دل افکار عمومی جوامعی رو که درش زندگی میکنن و افکار عمومی وجدان عالی بشریت بردن. هر اعدامی که در ایران صورت گرفته، کشتن و کشتار کشتار 8 دی ماه 96، آن چیزی که در 88 صورت فعالین و در سطح میلیونی ایران معترض بودن. با توجه به این که وقتمون داره به انتها میرسه، به انتهای برنامه میرسه، ولی صحبت زیاده، میشه فقط برای آخرین سوال، شاید این سوال من خودم دارم، آیا میشه از سندیکاهای کارگری این کشورهای اروپایی خواست که از کارگران ایران، از تهیدستان ایران، از پشتیبانی بکنن و صدای کارگران ایران باشن که میخوان اینا حکومتی که روی کاره میخواد صداشون رو خفه بکنه؟ آیا میشه این کار رو کرد و چقدر عملیه که از سندیکاهای کارگران خواست به وظیفه انترنسیونالیستی خودشون انجام بدن و عمل بکنن؟ خوشبختانه، ممنون بابت این سال، این کار در دهه های گذشته بارها و بارها صورت گرفته و همسرنوشتیان کارگر از اقصانقاط دنیا این اتحاد عمل رو نشون دادن. استفان لوون
نخست وزیر سابق و رئیس اتحادیه کارگری ایران بارها و بارها اکتیویست‌ها فعالین سیاسی اجتماعی ایران بهش مراجعه کردن در همین سوئد و امضاش پای حمایت ها هست در مورد یک شخصیت هایی که در واقع شخصیت های جهانی شدن، از جمله منصور حسانلو زمانی که در زندان بود و شکنجه بود، از اتحادیه کارگری توکیو، سیدنی تا تورنتو، نیویورک در سطح چند ده میلیونی امضا جمع شد. این همسرنوشتیان کره خاکی به عنوان طبقه کارگر بارها بارها آمدن اعتراض کردند به وحشیگری اوریان حکومت‌های از جمله مثل حکومت‌های جمهوری اسلامی و یک عقبه‌ای دارد. مثلا اگر در ایران اعدام یک معلم فرزانه و معلم مبارز و نستو و تاریخ‌ساز تاریخ ایران صورت گرفت، در مورد فرزاد کمانگر همین به اتحادیه معلمین اینجا مراجعه شد و نامه شدید لحنی رو در محکومیت این اقدام انجام دادن. ده ها موردش رو من میتونم به صورت حافظه تاریخی و مراجعه به اتحادیه سندیکای کارگری بگم که نه تنها حمایت کردن، معترض شدن، بارها و بارها در مجامع بین المللی و در سازمان جهانی کار در ژنو بارها و بارها این محکومیت ها رو و سازمان های حقوق بشری ما شاهدش بودیم که پای اساسش برمیگرده به وجود همین اتحادیه و سندیکاهای موجود در سراسر سر کره خاکی. بله، صحبت زیاده، صحبت از معلم شد و همونطور که مطلع هستید در ایران یکی از استادان دانشگاه رو به وضع فجیع در ملأ عام کتکش زدن و برخورد بسیار شنیعی بایش کردن. خیلی میشه صحبت کرد. من اجازه دارم در یک دقیقه و نیم یک جامی رو از این فرصت و از این رسانه استفاده بکنم. به باور من عضوی از کارگروه ملی فراخوان‌ها، به پیامی دارم برای ملت ایران. کارگروه ملی فراخوان‌ها این رسالت تاریخی عظیم و سرنوشت‌ساز رو به عهده گرفته برای شما ملت ایران که یک بار برای همیشه در یک اتحاد در عمل جنبش‌های مختلف موجود در ایران، با اتحادی رو که در عمل در کف خیابون‌ها به وجود میارین، خارج از هر عقبه فکری، مذهبی، قومیتی، همه آن همسرنوشتیان 85 میلیون ایرانی ظرفی و در عقل و خرد جمعی یک نهادی ایجاد شده است برای فریاد مشترک زدن این درد مشترک 85 میلیونی. به باور من ایران به یک نقطه سرنوشت سازی رسیده. اگر نتوانیم و نشود از این فرصت تاریخی برای عبور از تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی استفاده کنیم، آن چیزی که برای ایران میماند ایران فروپاشی سرزمینی و نابودی تمدنیش نزدیکه و آن وحشت عظیمی که غیر قابل جبرانه. در نتیجه به باور من در یک سربزنگاه تاریخی، در یک روزهای تاریخی میشود بایسته و شایسته در سطح میلیونی ابراز وجود کرد و این دلخوشی و این قوت قلب و وجود آورد که میشود این ملت به شایستگی به ایران آباد و آزاد در آینده برسه و از این سیه روزی عبور کنه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم آقای سام منتظری. سپاس از شنوندگان و بینندگان ما که تا این لحظه با ما بودن. امیدوارم روز کارگر به روز اتحاد همه مردم ایران، مردم آسی ایران، مردم به جان آمده ایران تبدیل بشه و بتونه نقطه عطفی باشه. درود بر شما، پاینده ایران.